پودرش میکنیم. سلام عرض می کنم خدمت دوستان و بینندگان عزیز. تا حالا کوکوی هویج خوردید؟ خیلی خوشمزه و مقویه. خیلی راحت هم تهیه میشه. برای اونایی که دانشجو هستن و یا شاغلن خیلی مناسبه. بریم با معرفی مواد اولیه این کوکوی خوشمزه رو با همدیگه درست کنیم. مواد لازم برای تهیه کوکوی هویج. هویج متوسط 2 عدد که میشورید، پوست میکنید و با دنده متوسط رنده رنده میکنید. سیب زمینی 2 عدد متوسط که اونم میشورید، پوست میکنید و با دنده متوسط رنده رنده میکنید. پیازچه پاک شده حدود 10 عدد. پیازچه پاک شده حدود 10 عدد. تخم مرغ 3 یا 4 عدد. سبزی خشک معطر 1 قاشق غذاخوری. من از شوید خشک شده، نعنای خشک شده و ریحون بنفش خشک شده توی این کوکو میخوام استفاده کنم. پودر سوخاری 2 قاشق غذاخوری. از هر پودر سوخاری میتونید توی این غذا استفاده کنید. فلفل سیاه، زردچوبه و نمک به میزان لازم. آب لیمو 2 قاشق غذاخوری. ابتدا هویج و سیب زمینی رو با دنده متوسط رنده رنده می کنیم. بعد از اینکه هویجا رو رنده کردیم، حالا سیب زمینی ها رو هم با همون دنده متوسط رنده می کنیم. بعد از اینکه سیب زمینی ها رو رنده کردیم، هم سیب زمینی و هم هویجا رو آبش رو کاملا میگیریم. داخل یه توری بریزید. تا اونجایی که میتونید فشار بدید و آب هویج و سیب زمینی رو بگیرید. اگر با دنده متوسط رنده کنید زیاد آب نمیندازه. تا اونجایی که میتونید فشار بدید تا آب هویج و سیب زمینی گرفته بشه. اینم آب هویج و سیب زمینی. 10 تا دونه پیازچه داریم. پیازچه ها رو شستم، تمیز کردم. قسمت سبزش رو بریزید بیرون، یه تیکه اون تازه ها رو نگه دارید. بعد تا اونجایی که میتونید پیازچه ها رو ریز ریز خرد کنید. هرچی ریزتر بشه بهتره. بعد از اینکه پیازچه ها رو کاملا ریز ریز کردیم، به سیب زمینی و هویج آب گرفته اضافه میکنیم. بعد از اینکه پیازچرم خورد کردیم، به هویج آب گرفته و سیب زمینی آب گرفته اضافه میکنیم. سبزیارم که گفتم توی دستمون میریزیم، پودرش میکنیم. پودر سوخاری. مواد رو یه مقدار هم میزنیم. وقتی پودر سوخاری رو به هویج و سیب زمینی اضافه می‌کنیم، باعث میشه تا موادمون حالت دوندون پیدا کنه و از هم جدا بشه. این باعث میشه که کوکوتون نمای زیبایی پیدا کنه. حالا اینو میذاریم کنار. تخم مرغا رو توی ظرف دیگه میشکنیم. نمک، فلفل و زردچوبه رو به تخم مرغ اضافه می‌کنیم.
هر ادویه دیگه ای هم که دوست داشتید میتونید به کوکوتون اضافه کنید. اگر این کوکو یک مقدار تندتر بشه طعم خیلی بهتری پیدا میکنه. حالا اونقدر تخم مرغ رو میزنیم تا از لختگی در بیاد. وقتی کاملا تخم مرغ و ادویه‌جات از لختگی در اومد به مواد قبلی اضافه میکنیم. این باعث میشه تا کوکوتون بیشتر پف کنه و نمای زیباتری داشته باشه. مواد دو یه مقدار مخلوط میکنیم. اگر دیدید موادتون سفته میتونید یه تخم مرغ دیگه هم اضافه کنید. الان مال من تقریبا یه تخم مرغ رو نیاز داره. من یه تخم مرغ دیگه هم اضافه میکنم. اگر موادتون کم بود میتونید از 3 تخم مرغ هم استفاده کنید، ولی مواد من خیلی زیاد بود، من مجبور شدم از 5 تخم مرغ استفاده کنم. کاملا مواد رو میزنیم. یه قاشق غذاخوری آب لیمو داشتیم، اونم به کوکومون اضافه میکنیم. کاملا مواد رو مخلوط میکنیم. حالا این مواد رو درش رو میذاریم و حدود نیم ساعت داخل یخچال قرار میدیم تا استراحت کنه. بعد از نیم ساعت میریم برای سرخ کردنش. حدود نیم ساعت گذشته، یه مایتابه رو روی حرارت قرار دادم، مقداری روغن داخل مایتابه ریختم، میذاریم تا روغن کاملا داغ بشه. توی این کوکوی هویج میتونید از گوشت چرخ کرده تفت‌داده شده هم استفاده کنید. روغن که داغ شد دوباره مواد دوی همه کوچیک میزنید تا کاملا مخلوط بشه و داخل مایتابه می‌ریزید. با پشت قاشق مواد رو یک دست داخل مایتابه پهن کنید. وقتی به طور یک نواخت مواد کوکو رو پهن کردید، حرارت رو ملایم می کنید، حرارت زیر مایتابه رو کم می کنید، در مایتابه رو می زارید و اجازه می دید تا یه طرف کوکو سرخ بشه. یک طرفش که سرخ شد بر می گردونید و طرف دیگه کوکو رو هم سرخ می کنید. حدود 20 دقیقه گذشته، دست میزنیم به روی کوکو. ببینید سفت سفت شده. این زمانیه که یعنی کوکو آماده برگردوندنه. حالا به هر صورتی که دوست دارید هم میتونید درسته کوکو رو برگردونید که طریقه بعد درسته برگردوندن رو قبلا بهتون آموزش دادم، و یا هر برشی که دوست دارید روی کوکو میتونید ایجاد کنید. من کوکو رو به 4 قسمت تقسیم میکنم. بعد از اینکه مطمئن شدید کوکوها کاملا از هم جدا شده، با 2 وسیله به راحتی میتونید کوکو رو برگردونید. ببینید کپکی رو زیر کوکو قرار بدید.
بعد از اینکه کوکو رو برگردوندید دیگه نیازی نیست که در کوکو رو بذارید. اجازه بدید طرف دیگه کوکو هم سرخ بشه، بعد میتونید سروش کنید. من این کوکوی خوشمزه رو سرو میکنم و تقدیم میکنم به همه بینندگان عزیز. دوستای خوبم، همونطور که میبینید مریم خانم عزیز امروز مهمون خونه ماست. ازش خواهش کردم این کوکوی خوشمزه رو که امروز درست کردم و بهتون آموزش دادم تست کنه و بگه که چقدر خوشمزه شده. مریم جون، با سلام خدمت همه بینندگان عزیز، من با اجازه شما اینو تست میکنم ببینم چند نمره میتونم به پروانه جون بدم که البته همیشه رو صد نه هزار ما نمره میدیم. شما لطف داریم، ممنون، تشکر. با اجازه. واقعا عالی، یه کوکوی راحت، واقع، کم هزینه و بی نهایت خوشمزه. توصیه میکنم این کوکوی خوشمزه رو حتما درست کنیم. شما دوستای خوبم و تا یه آموزش دیگه به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون. خدا نگهدار. لذت ببرید. خدا نگهدار. گرفته اضافه میکنیم. سبزیار هم که گفتم توی دستمون میریزیم، پودرش میکنیم.